دایی بهت یه سال مهلت داده. حتی برای 5 ماه هم حاضر بود، ولی من بهش عمدن یه سال گفتم. اصلا پسرم دایی، فقط به خاطر خودت. تا تو این مدت یه سال عقلت سر جاش بیاد و این مسئله دوست داشتن و دوست نداشتن و از سرت بیرون کنی. یک سال که هیچی. 10 سالم بگذره جواب نه من بله نمیشه دلش. خب درسته، به دایی میگم 11 سال بهت مهلت بده. 10 سال بعد راضی میشی؟ خواهش میکنم راکشی، یه لحظه بیا ببینمت. چشمان در حسرت اینه که تو رو ببینم. من به خاطر تو با همه خانواده دعوا رو انداختم و بهشون رک گفتم که با بشرو ازدواج نمی کنم. همه از من عصبانی هن. توی این شرایط فقط دیدن توی که میتونه بهم آرامش بده، فقط صدای توی که میتونه بهم جون تازه بده. فقط یه بار راکشی، حتی اگر که برای 2 دقیقه باشه. فقط یه بار راکشی، یک بار بیا ببینمت. فقط یه بار، خواهش میکنم. خب چرا به اسلم اینو نگفتید؟ چی بگم؟ امجد کلن حرفو عوض کرد. حرفی که دایی زد اتفاقا بهونه خوبی بود که این وسطو قبول نکنید. مگه مشکلتون این نبود که خودتون خواستگاری کردی؟ پس چطور میتونی منصرف بشی؟ حرف دایی رو بهونه میکردین دیگه. میگفتین که میخوایم اسلم زود ازدواج کنه. اگه شما راضی نیستین، ما یه دختر دیگه پیدا میکنیم. دختر دیگه؟ دیگه کدوم دختره؟ بگو کدومه؟ هر دختری که خودش بخواد. دیدی مامان، بالاخره حرف اصلی از دهنشون در اومد. دختری که اون میخواد. یعنی این که حدس من درست بوده. دلیل انکارش این نیست که بشرا خواهرشه. دلیلش یه چیز دیگه است که مخفی میکنن. خب زینب راست میگه دیگه، پسر جوونه، تا کی میتونیم کنترلش کنیم؟ فردا به داداش زنگ میزنم و بهش میگم که برای عروسی اسلم عجله داریم. اگه شما یه دوماد مستقل میخواین یکی دیگر رو پیدا کنید. نه خیر، باشون حرف نمیزنید. هر کی جای دایی بود اونم همین حرفو میزد. زینب، برای اون کاری که اینجا اومده بودی اون انجام شد. هر جوری که بود، چه خوب چه بد، دیگه انجام شد. اگه تو بخوای فردا تاکسی میگیرم، برو خونه خودت. میفهمی چی میگی؟ داری به خواهرت میگی که خونه شوهرش برگرده؟ اشکالی نداره مامان، خواهر ازدواج کرده باشه یا نه، برای برادرش بیرون کردن اون از خونه و زندگیش خیلی راحته. این دفعه هم که داداش امجد داره با احترام کامل منو خونه شوهرم برمیگردونه. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.